خانم سرشار عزیز خوش آمدید. سپاسگزارم آقای دکتر آقا زمانی برای دعوت پرمهرتون و خوشحالم که در خدمت هستم. اولا که من نمیتونم شعف خودم و از اینکه میزبان شما هستم پنهان کنم و بعدم بگم که بالاخره کوزه‌گر در کوزه و خیاط در کوزه افتاد. خود شما هر هفته بهترین و برجسته‌ترین چهره‌های ایرانی رو در برنامه خوب صمیم صبحانه با هما سرشار میزبانی می‌کنید و یکی از موفق‌ترین برنامه‌های فارسی زبان در خارج از ایران رو در حوزه‌های رسانه‌های شنیداری، اما رسانه‌های عمومی به طور کلی میزبانی می‌کنید و بر من افتخار هست که امروز تونستم این فرصت رو داشته باشم که در خدمت شما باشم. نظر لطف شما سپاسگزارم. بالاخره در صحنه روزنامه‌نگاری و قلم به دست بودن و رسانه‌ها هر چی که توانمون اجازه بده، هر چقدرم که این توان گاهی اوقات قدرتش کم میشه، ولی به خاطر احترام و علاقه‌ای که به شنوندگان خودم دارم، به بینندگان برنامه‌ای که برنامه سازان مختلف در برنامه‌شون به عنوان مهمان شرکت می‌کنم، همیشه این کوشش رو می‌کنم که بهترین خودم رو ارائه بدم دیگه. حالا تا چه قبول افتاد و چه در نظر قطعا داره. قبول افتاده که برترین جوایز بین المللی در این حوزه به شما تعلق گرفته و خب این افتخار بزرگ که تنها ایرانی دارنده جایزه ارزشمند میراث آمریکایی هستید، جایزه‌ای که به برترین مهاجران آمریکا، مهاجران غیر مهاجران جهانی که به آمریکا آمدن تقدیم شده و قطعا ثمره قریب به 40 سال حضور شما در این کشور رو در واقع نمایندگی میکنه. اما خواهم سرشار مستقیما بریم سراغ اصل ماجرا. شما خودتون یک بانوی ایرانی مهاجر هستید که در آمریکا در قله های رفیع موفقیت ایستادید. زن بودن شما تا چه اندازه به شما کمک کرده و تا چه اندازه برای شما مانع ایجاد کرده؟ زن بودن در هر حال همیشه، چه در کشور امریکا، چه در کشور زادگاه خودم ایران و چه در کشورهای دیگه، برای همه زنان معمولا یه محدودیت هایی رو به وجود میاره. هر کسی که در کشوری است که بر اون محدودیت های مختلف، حالا چه از نظر مذهبی چه از نظر قانونی میگذارن، تصور میکنه که در کشورهایی که دموکراسی هست، در کشورهای غربی و قوانینشون تا اونجایی که میشه برای برابری شهروندان اون کشور نوشته شده، باز هم از اینی که یه سقف شیشه‌ای برای زنان وجود داره و از یه حدی نمیتونن جلوتر برن و یا اینکه با موانع زن ستیزانه روبرو میشن هر از گاهی در راه‌هایی که در پیش دارن، نمیشه منکر این شد. ولی واقعیتش اینه که من در کشور آمریکا زن بودن رو مانع بزرگی برای خودم ندیدم. در شرایطی که کاری که انجام میدادم، کار روزنامه‌نگاری است، کار اظهار نظر، کار کوشندگی مسائل حقوق بشری و مسائل زنان هست، در حوزه زنان کار کردم، شاید حتی یه مقدار زیادی این توجه رو برای اینکه به یک مسائلی که هنوز پرداخته نشده و به صورت موزل باقی مونده، این همراهی و همکاری رو از جوامع و نهادهای مختلف حقوق بشری و حقوق زنان دیدم که دست به دست ما دادن و برای رساندن صدای هم نوعانمون خودمون در ایران و در واقع کشور ایرانیانی که در داخل ایران، زنان ایرانی داخل ایران که کوشش زیادی میشه که صداشون به خارج از کشور نرسه، برای اینکه ما بتونیم بلندگوی صدای اونا باشیم و این صدا رو از گلوی خودمون در بیاریم، همکاری خیلی خوبی رو از طرف نهادهای غیر انتفاعی و نهادهای حقوق بشری در اینجا دیدم که فکر میکنم اگر بخوایم درجه بندی بکنیم، چون من همیشه میگم که در هر شرایطی که من زندگی کردم در طول زندگیم، در یک حوزه های خودی بودم، در یک حوزه های ناخودی بودم. حالا در ایران ناخودی بودن یه نگاه دیگری داشت، نوع دیگری بود به خاطر مذهبی که به خاطر اون زاییده شده بودم. در خارج از کشور، در آمریکا که زندگی میکنیم، به خاطر کشوری که در اون به دنیا اومدم، گاهی اوقات ناخودی حساب میشدم. ولی زن بودن و در حوزه زن بودن، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، یه شکنندگی رو برای انسان به وجود میاره. هر چند که میبینی که از طرف گروه‌هایی و یا نهادهایی حمایت میشه، ولی بعضی موقع هم به دیوارهای سختی میخوره و یا از یه سقفی نمیتونه گذر بکنه و این یکی از در واقع وسائل یا موضوعهایی است که منو بر اون واداشته که هرگز ننشینم و کوششم رو ادامه بدم برای اینکه در پایگاهی که قرار داریم
بتونم یه قدم جلوتر برم از اونی که امکانش رو نداشتیم. اینجا برای زنان ایرانی خب البته جا افتادن در محیط، فرض کنیم حالا چون هر دوی ما روزنامه‌نگار هستیم، و ورود به محدوده روزنامه‌نگاری برای زن یه مقداری مشکل هست. زنان در رتبه های بالای روزنامه‌نگاری مثلا مدیریت شبکه ها اینا خیلی کم دیده میشن، ولی از نظر روزنامه‌نگاری و خبرگزاری گزارش اینها موفق بودن، ولی واقعا در به روی زنان جوامع دیگر، جوامع مهاجر خیلی باز نیست. در همین آمریکا در نتیجه مثلا زنان معدودی ایرانی مثل خانم کریستین امانپور، خب پریسا خسروی، اینها تونستن یا رودی بختیار وارد این محدوده بشن و خب موفقیت های خیلی خوبی هم داشتن، ولی به نسبت تعداد زنان قلم به دست، تعداد زنانی که توانایی گزارشگری اینها دارن، از زنان ایرانی آنقدر استفاده نشده که میشده. یعنی پتانسیلشون خیلی بیشتر بوده، تعدادشون بیشتر بوده نشده، ولی استفاده نشده، درها خیلی راحت به روشون باز نمیشه. حالا اگه خانم سرشار عزیزم بخوایم یه تقریبا نیم قرن برگردیم عقب به دوره‌ای که شاید شما سرآغاز فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و فعالیت‌های اجتماعیتون به عنوان یک دختر نوجوانی بود که بعد از تحصیلاتتون وارد حوزه فعالیت‌های مدنی و اجتماعی می‌شدید، و بخوایم مقایسه کنیم شرایط رو و ببینیم که آیا این روند امروز با دست‌اندازهای بیشتری روبرو شده یا کمتر، شما چه فکر می‌کنید در داخل ایران؟ در داخل ایران حالا به نوبه‌ای که بتونیم از لحاظ، حالا جدای از منظر حکومت، از لحاظ فرهنگ اجتماعی و شرایط حاکم ببینیم. من محیط فرهنگ حاکم بر ملت ایران و محیطی که در واقع به نظر من میاد که در میان ملت ایران مقاومت خیلی زیادی هست نسبت به برنامه ها و یا قوانینی که حکومت میگذرونه، محیط رو خیلی دوستانه نسبت به زنا میبینم. ملت ایران، حکومت رو صحبت رو نمی کنم. من میدونم که در داخل ایران هر موقع بر زنان ستمی روا میشه و یا قانون زن ستیزانه گذرانده میشه، کسانی که در کنار زنان ایرانی میمونن که قدرتشون رو پشتیبانی میکنن و پشت سرشون هستن، مردان ایرانی هستن، مردانی که باور دارند که زنان هم در مقابل قانون باید از یک تساوی انسانی و متمدن بهره برداری بکنن و بهره بگیرن. همین آخرین موضوعی که شما در مقدمه سخنتون بهش اشاره کردید، یعنی حرام بودن دوچرخه سواری برای زنان که توسط آیت الله خامنه ای در سایتش نوشته شده، و بعد جالبم این هست که هرچی که راجع به زنان میگن بچه‌ها بلافاصله پشیمون میشن، چون که زنان با یه مقاومت عجیبی شروع میکنن به مبارزه کردن با اینها. خب شما دارید میبینید روی رسانه‌های اجتماعی چگونه مردان دارن از زنان خودشون روی دوچرخه سواری میکنن، عکس و فیلم میگیرن و روی رسانه‌های اجتماعی میذارن، در فیسبوک و توییتر و اینها میذارن. یعنی مردان هم از این ستمی که داره در طول این 14 دهه بر زنان میره به عذابن. ولی نکته‌ای که هست اینه که اگه شما از من خواستید که مثل در 50 سال گذشته رو با الان یا این روندی که وجود داشته مقایسه بکنم، تازه زمانی که من وارد رسانه‌های در واقع گروهی ایرانی شدم، تعداد زنانی که روزنامه‌نگار بودن یا در تلویزیون بودن یا در رادیو بودن انگوش شمار بودن. تازه راه باز شده بود، تازه اینی که به زنان اجازه ورود به این رسانه‌ها داده بشه، امکاناتش فراهم بشه بود، محیط فراهم شده بود توسط قوانینی که گذرانده شده بود، ولی پذیرشش انقدر زیاد نبود اون موقع هم. اون موقع هم برای اینکه خودت رو ثابت بکنی، برای اینکه برای انجام کاری که مرد روزنامه‌نگار برابر توش انجام میداد، حقوق مساوی بگیری، هنوز باید اون مبارزاتی انجام میشد، کوشش‌هایی از طرف زنها انجام میشد، ولی مقاومت سرسختانه برای ممانعت از ورود زنان وجود نداشت. اون موقع درها باز بود. در این 40 سالی که بعد از وقوع جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، درها به هر صورت و هر شکلی که میشه به روی زنان بسته میشه. در دانشگاه ها بسته میشه، رشته های مختلفی رو برای زنان ممنوع میکنن، در محیط کار برای زنان ممنوعیت هایی به وجود میارن، برای حضور در تلویزیون هزار جور ممنوعیت پوششی دارن، باوری دارن، باید به یه چیزی باور داشته باشن تا در سازمان رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی بتونن ظاهر بشن، در فیلم ها بازی بکنن، نوشته هاشون زیر سانسور، تیغ سانسور داره به شدت مسلم میشه و از بین میره،
ولی آنچه که من میبینم و از دور شاهدش هستم و همیشه هم این مثال میزنم، میگم ما زنان مثل شیشه میمونیم، موقع که بشکننمون تیزتر میشیم. زنان ایرانی این مبارزه رو به هیچ عنوان پس نمیزنن و با فشار و با کوشش و با خستگی ناپذیر، یعنی با حضور خستگی ناپذیر در صحنه مبارزات، وجود خودشون و حضور خودشون رو ثبت میکنن و هر قانون زنستیزی که میخواد در این کشور گذاشته بشه و یا بگذره، زنان در مقابلش مقاومت میکنن. دیدید، خود شما دیدید که چگونه زنها هزار هزار با دوچرخ تو خیابون ریختن. حکم اگر که گفته میشه که حکم ولی فقیه، حکم چیزی که اصلا در موردش نمیشه حرف بزنی، حکم آخره و بعد اجرا بشه، کسی که داره اجراش نمیکنه زنان ایرانی هستن، هموطنان زن من هستن و شما. دختران و زنان ایرانی واقعا ستونه نیست. خانم سرشار، خیلی معتقدند که در نسلی که شما آغاز به کار کردید، در نیمه دوم دهه 40 خورشیدی، زنان ایرانی رول مدل نداشتند و کوشیده میشد یک رول مدلی رو حاکمیت برای اونها فراهم کنه، اما در طول 30 و چند سال گذشته به واسطه حضور زنانی مثل خود شما، مثل بسیاری دیگر از چهرهای درخشان حوزه های فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی، دختران بیشماری در دنیا و خارج از مرزهای ایران دست کم تونستن موفقیت‌های ممتازی کسب کنن که تبدیل به الگوهای ویژه برای زنان ایرانی بشن. آیا این رو شما قبول دارید؟ فکر میکنید که این نقش الگوسازی از دختران ایرانی و زنان ایرانی در خارج از کشور، حالا میدونید که همین امروز باز اعلام شد که یکی از برجسته‌ترین سمت‌های مدیریتی در بانک آمریکا، بانک آف آمریکا، به یک بانوی ایرانی رسید. خود شما برنده عالی‌ترین جایزه مهاجران در ایالات متحده آمریکا هستید. خانم انوشه انصاری باز تنها بانوی ایرانی است که تنها ایرانی است که به فرای جو زمین رفته، به فضا رفته. از این دست خانم ها امروز در تاریخ معاصرمون ما زیاد داریم، یعنی اگر تعداد زنان سرشناس ایرانی رو بشماریم، نه تنها از مردان امروز کمتر نیستند، بلکه چه بسا موفق تر هم هستند. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ فضایی که دموکراسی بین المللی در 30 و چند سال گذشته، خصوصا در جوامع غربی، در اختیار زنان ایرانی گذاشته تا این رول مدل رو برای دختران ایرانی فراهم کنند. آقای دکتر آقازمانی، من هر بار که یک دختر یا پسر جوان، فرق نمیکنه، از ایران با من تماس میگیره، حالا از طریق ایمیل، از طریق فیسبوک یا هر چیزی، و برای من یه چیزی مینویسه، حالا یا محبتشو مینویسه یا درد دلی میکنه، برام هنوز تازگی داره و برام اعجاب آوره که چگونه این ارتباط تنگاتنگ بین، مخصوصا در جامعه زنان، بین زنان و دختران جوان داخل ایران و خارج از ایران به وجود اومده. یادم میاد که سالهای اول انقلاب که ما، بعد از انقلاب که اومده بودیم آمریکا، هنوز خب رسانه اینترنت و رسانه گروهی، ارتباط بین داخل و خارج ایران، بین این شبکه زنان وجود نداشت و ما به در و دیوار می‌زدیم برای اینکه این وسیله ارتباطی رو پیدا کنیم. تنها وسیلهش این بود که گاهی اگر کسی از ایران میاد، به او یه چیزایی بدیم، نوشته بدیم، ببره با پست بفرستیم، اینها که بسیار کار سختی بود. و از همون زمان، از همون دهه اول بعد از انقلاب، این فکر که جز اینی که یک شبکه ارتباطی مستقیم بدون واسطه بین زنان خارج از کشور و زنان داخل ایران وجود داشته باشه، برای اینکه هر دو از همدیگه بهره بگیریم. من اصلا دارم نمیخواد بگم که مثلا زنان داخل ایران دارن به ما به عنوان رول مدل نگاه میکنن. بسیاری از ما به زنان داخل ایران به عنوان رول مدل نگاه میکنیم. یعنی ما داریم اینجا حرف میزنیم یا داریم مینویسیم، در محیط آزاد داریم این کارو میکنیم. اونها زیر فشار هستن، زیر خفقان هستن و دارن این کارو میکنن. در نتیجه هر موقع که فکر میکنم من که توانم داره کم میشه، میخوام بشینم، میخوام بیفتم، میخوام بگم بابا خسته شدیم، به جایی نرسیدیم، باز میبینم که این زنان داخل ایران محکمتر از ما، قویتر از ما دارن مبارزه میکنن. بعد به خودم میگم در جایی که اونا دارن این کارو میکنن، تو باید پشت اونا باشی و دنبال اونا بری. در نتیجه به نظر من این یه تعاملی بدبستان خیلی زیباست که بین ما وجود داره. من نقش رول مدلی یا الگوسازی زنان ایران خارج از کشور رو تنها نمیبینم. به نظر من هم ما به اونها نگاه میکنیم، هم اونا به ما نگاه میکنن و این انرژی که به هم میدیم و این ارتباطی که با هم داریم به قدر زیباست و به قدر شایسته است که در توانمندی هر دوی ما موثره.
هر دومون هم هر دوی یعنی هر دو گروه زنان ایرانی داخل ایران و خارج از کشور نگاهمون به زنان مهمتری است که در صحنه بین المللی وجود دارند. در نتیجه زنها باید از حضور خودشون، از وجود خودشون و از امکاناتی که دارن به همدیگه اون لغتی که در واقع فمینیست های اولی به کار بردن ولی هنوز هم برش داره و سیسترهود، خواهری، عنوان خواهران جهان امروز با هم دیگه دست به دست هم بدیم و از هم دیگه حمایت بکنیم. در نتیجه اینو من دو طرفه میبینم، شخصا این رو به اینکه از زنان ایران دارن به خارج از کشور نگاه میکنن نمیبینم. این تعامل دو طرفه چون بهش اشاره کردید یک رویایی بود که خب با پیدایش شبکه‌های اجتماعی خصوصا فیسبوک و توییتر حداقل میتونم بگم تحقق پیدا کرده. یک نمونه موفقش رو دوست مشترکمون خانم مسیح علی نژاد مدیریت میکنه، صفحه آزادی‌های یواشکی. او اگرچه مورد انتقاد گسترده حکومتی ها در داخل ایران و بسیاری از منتقدین در خارج از ایران قرار گرفته، اما نشون داده که تا به امروز تونسته این تعامل و این رو ایجاد کنه. خود شما این رو چگونه ارزیابی میکنید خانم سرشار؟ فکر میکنید که چنین پیدایشی یا چنین پدیده ای تا چه اندازه در تحول ایجاد کرده در دگردیسی حتی کسی مانند خود شما که در خارج از ایران زندگی میکنید؟ بسیار بسیار موثر بوده و دلیلش هم بهتون بگم آقای دکتر حاتمی، دلیلش اینه که این بانوی نازنین مسیح علی نژاد که من واقعا بهش احترام میذارم برای اینکه با هیجان زیاد و با عشق زیاد دنبال این کاری هستش که داره انجام میده، از داخل ایران اومده و زبان زنان داخل ایران رو بهتر از ما میدونه، مشکلات و مسائل زنان ایران رو بهتر از ما میدونه. در نتیجه برای من مثلا این افرادی مثل مسیح علی نژاد یه پل ارتباطی درست هستن، یعنی هم با ما داره ارتباط برقرار میکنه، هم با زنان داخل ایران داره ارتباط و دست ما رو به هم دست هم دیگه داره میده و میبینیم، خود ما شاهدیم که این کارزار آزادی های یواشکی او چگونه جهانگیر شده. نشریات بین المللی مثل ایندیپندنت، ووگ، اینها از او دارن می نویسن، در پارلمان اروپا ازش دعوت کردن بره سخنرانی بکنه و این مسائل رو بگه. البته هر موقع هر زنی بخواد سخنی بگه، اعتراضی بکنه و یا مبارزه رو انجام بده، بیشتر از زنان صدمه خواهد خورد، به او توهین میکنن، به او بیشتر هم سعی میکنن توهین های سکسیست بکنن بهش و به دلیل زن بودن سعی کنن اون رو عقب بدانن. نمونه خیلی بارزش مبارزه‌ای که خانم کلینتون داره انجام میده در مقابل آقای ترامپ که فقط به نظر من بسیاری از اعتراضایی که به اون میکنن به دلیل زن بودنش هست، برای او هم همچنین بوده. ولی جا خالی ندادن و ناامید نشدن و مبارزه کردن و هدف داشتن. مسیح علی نژاد یک هدف رو برای خودش مشخص کرده و مثل بولدوزر داره به طرف این هدف خودش میره و در این جهت زنان داخل ایران و مردان داخل ایران، مردانی که حمایت میکنن از زنان، سخن او و پیام او رو گرفتن و باش همراهی میکنن. در نتیجه باز هم پیامی رو داره به ما میرسونه که مبارزه هیچ وقت نه خستگی برداره، نه میتونی متوقفش بکنی، باید بری انجام بدی، حرف بزنی، سخن بگی، مبارزه کنی و به گوش جهانیان برسانی تا در یه جایی به نتیجه کار خودت و به نتیجه عمل خودت برسی. حالا خانم سرشار، اگه در این میانه بخوایم یک نگاهی داشته باشیم به اون چه که عمل کرده چنین فضاهای مجازی هست برای کمک و یا به عبارتی انتقال داده های آموزشی، فکر میکنید از این روش هم به درستی استفاده شده؟ حالا ابعاد مختلفی که مؤسساتی هم در حقیقت پیدایش پیدا کردن در این سالها پدید آمدند که وظیفه انتقال آموزش های لازم برای توانمندسازی زنان در حوزه های گوناگون، حوزه های حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، حتی اقتصادی رو ارائه میکنن که زنها بتونن در داخل ایران موفق تر عمل کنن یا قوی تر باشن، یا احساس میکنید که چنین رویدادهایی هم به درستی شکل پذیرفته؟ آیا امروز وقتی نگاه میکنید میبینید ابزارها مورد استفاده لازم قرار گرفتن یا فقط نقش همین برقراری ارتباط رو داشتن؟ نه، حتما مورد استفاده درست قرار گرفتن و حتما مورد استفاده غلط هم قرار گرفتن. این لبه یه شمشیر دو لب است، یعنی این رسانه های اجتماعی میتونه در این حالی که مشوقه، در این حالی که آموزنده است و میتونه آموزش بده و راههایی رو، درهایی رو روی کاربران اینترنتی باز بکنه، ولی در این حال هم میتونه که اونها رو با پیام های غلط گمراه بکنه، این هم هست. ولی من معتقدم که کاربران رسانه‌های اجتماعی، کاربران اینترنتی در حال حاضر که بیشترین تعدادشون جوان هستند، حتما آگاه‌تر از
بینندگان، شنوندگان و خوانندگان نشریات 50 سال پیشن، به دلیل اینکه در مقابل اخبار و اطلاعات گوناگونی قرار میگیرن که خودشون رو مسئول میکنه که کدوم رو انتخاب بکنن. دیگه خیلی محدود نیست آنچه که بهشون داده میشه، اطلاعاتی که بهشون داده میشه. بنابراین اگر که در جهت اینی که شما برای استفاده از رسانه‌های اجتماعی چگونه آگاهید، چگونه میدونید که میشه گمراهتون بکنن و بعد در انتخاب دستتون باز هست که کدوم رو انتخاب بکنید، میتونیم امیدوار باشیم که نهایتا نتیجهش نتیجه مثبت باشه. ولی در راه افت و خیزهای زیادی هست، کشاندن جوانها به راههایی که میتونه نادرست باشه وجود داره، چون بهره برداری رو همه میتونن از این وسایل و رسانه‌های اجتماعی بکنن. ولی بهترینش این است که انسان‌ها با دانستن دو بخشه این ور طرف، یعنی مثبت و منفی، هر آموزشی که دارن میبینن بهترینش رو انتخاب بکنن. مسئولیت سنگینی به دوش کاربران اینترنتی و کاربران رسانه‌های اجتماعی، بسیار مسئولیت سنگینی اگر برای آینده کشورشون، کشورمون، کشورهای دیگر میخوان از اینها بهره برداری بکنن، باید مراقب این پیام‌های در واقع گمراه کننده ایم که بهشون میرسه باشن، که من میبینم در جوانهای ایرانی که بسیار آگاهن، چشم و گوششون بسیار بازه و احتمال اینی که گمراه بشن کمتره. چرا به این نتیجه گیری میرسم؟ به دلیل اینکه کاری که دارن انجام میدن رو میبینم، درست نتیجه کارشون و دستاورد کارشون رو میبینم. این پیام های دوگانه که شما میگید در ابعاد گوناگون وجود داره، از جمله در مورد فعالیت هایی که زنان میکنن، برخی ها محدود کردن یا به عبارتی مطرح کردن خواسته آزادی در پوشش رو، نوعی سطحی کردن خواسته های زنان در جامعه، میدونن که زنان از حقوق بسیار مهمتری مانند حق تحصیل، حق اشتغال، حق برابری در ارث یا هر چیز دیگری محروم هستند و این حقوق قانونی رو مقدمه بر پوشش میدونن. برخی ها معتقدند که پوشش گام نخست هست برای اینکه به سایر حقوق رسید. خود شما به عنوان یک زن و به عنوان یک کوشنده، به عبارتی میشه گفت حقوق زنان در جامعه جهانی، خودتون چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که گام نخست هست یا سطحی کردن خواسته ها؟ من فکر میکنم گام نخست برای اینی که در قوانین یک کشور پوشش زنان و مردان اون کشور نباید انتخاب بشه و برگزیده بشه و یا به اجبار بشون داده بشه. بنابراین ما داریم راجع به یک آزادی ابتدایی انسان‌هایی صحبت می‌کنیم که در کشوری مثل ایران این رو قانونش کردن و گذاشتن که این پوشش اجباری باشه. مشکل ما در اجباری بودنه. ولی من نه مخالفتی با چادر دارم، نه مخالفتی با روسری دارم، نه مخالفتی با آستین بلند و لباس بلند دارم، هیچ کدوم. هر زنی که دلش می‌خواد پوشیده باشه میتونه باشه، خیلی هم قابل احترامه. هر زنی هم که نمی‌خواد روسری سر کنه اونم قابل احترامه. در نتیجه مسئله اینی که در کشور ما این قضیه توی قانون کشور هست و اگر که کسی رعایت نکنه تنبیهات وحشتناکی میشه از شلاق خوردن و زندان افتادن و امثال اونها، اینه که برای من اینو مشکل میکنه و جزء اولویت‌های من قرار میده که از توی از قانون کشور باید جدا بشه این قضیه، قضیه پوشش زن. ولی بسیاری دیگر که میگن که خب اگر که این مسئله مهمی نیست، مسئله دیگری مهمه. مسئله دیگر مهمی که شاید اونا فکر میکنن که حکومت رو باید براندازن و حکومتی که براندازن حکومت بعدی حتما این آزادی پوشش رو به اونها خواهد داد، در نتیجه بذار اول اون کار رو انجام بدیم. من گام به گام و پیشرفت گام به گام رو و در واقع نگاه کردن به همه موانع رو از طرف انسان‌های مختلف خیلی مجاز میدونم. اگر یک کسی مثل مسیح علی نژاد و دیگر کوشندگان این رو بر اولویت خواسته و کوشش خودش قرار داده، من برای او احترام میذارم. کسی دیگری هم که براندازی رژیم رو مورد نظر داره و به نظر خودش در اون جهت باید کار بکنه، او هم میتونه شانس خودش رو و یا کوشش خودش رو در اون جهت انجام بده. اگر ما دنبال کثرت‌گرایی هستیم، اگر دنبال دموکراسی هستیم، اگر دنبال آزادی بیان هستیم، خب هر کس میتونه نوع مخالفت خودش رو اونگونه که دوست داره اعلام بکنه. من به عنوان مثال در یکی دیگر از سخنانی که آیت الله خامنه‌ای هفته پیش گفته و گفته مخالفت کرده با نامزدی آقای احمدی نژاد برای ریاست جمهوری دوره آینده، واکنش هایی که از داخل ایران شنیدم، برای اینکه هیچ کس نمیتونه در نامزد شدن یک نفر رو برای ریاست جمهوری جلوش رو بگیره، این سلب آزادی شهروندان یک کشور هست. ما آقای احمدی نژاد نمیخوایم، من بهشون رأی نمیدم یا ما به ایشون رأی نمیدیم، چون ایران رو در دوران ریاست جمهوریشون بسیار لطمه خورده از حضور ایشون و از تصمیماتش، ولی نمیگیم که ایشون اجازه نداره کاندیدا نشه. این
از نظر من به قدری یک فضا و یک هوای دلبخش و دلانگیزی از ایران به مشام من میخوره که میگم جوان ایرانی ببین چقدر پخته شده، که فکر میکنه این آقایی که اصلا به او رأی نخواهد داد اجازه داد خودشو نامزد بکنه، ولی ولی فقیهی که در ایران نشسته هنوز نشسته بر سر سخنان دیکتاتوری خودش که حکم صادر بکنه که تو میتونی کاندیدا بشی یا نشی. خانم سرشار، اگر همین شرایط رو کمی بیاریم در حوزه خصوصی و خانوادگی قرار بدیم، یعنی از این حوزه عمومی قدمی فاصله بگیریم، آیا احساس میکنید با توجه به برخی از شرایطی که امروز در کشورمون هست، از جمله برخی قتل‌های ناموسی یا برخی خشونت‌های خانگی بر علیه زنان، آیا همچنان هم احساس میکنید که مردم در کشورمون واقعا در مدار درست قدم برمی‌دارن؟ ابعاد گوناگونی از درخواست‌های طلاق که به دادگاه میره به دلیل خشونت‌های خانگی، یا درخواست طلاقی که زن‌ها به دلیل عدم اعتبار یا احترام از جانب از دریافت احترام لازم از جانب همسرشون ارائه میکنن، اینها رو چگونه ارزیابی میکنید؟ یا فکر میکنید واقعا این تضاد در جامعه در حال اپیدمی شدن هست، یا اینکه به سمتی که شما فکر میکنید سوق داره و مردم رو به رشد فرهنگی هستن؟ ببینید، هر گونه این ناهنجاری هایی که در خانواده وجود داره و بین افراد خانواده وجود داره، حالا اهم از طلاق گرفتن، اهم از خشونت خانوادگی، بدرفتاری با کودکان، بدرفتاری با سالمندان، یه پدیده انسانی است که در همه کشورها هست، البته کم و زیاد داره، و بعدم برخورد قانون با این ناهنجاری ها میتونه نشون بده که در یک کشوری چگونه به این مسائل دارن توجه میکنن. در ایران با بسیاری از افراد خانواده، حالا من حتما نمیخوام بگم که تمام خشونت خانوادگی از طرف مردان داره انجام میشه، نه، زنان هم میتونن، بسیاری از مادران هم میتونن، مادران شایسته نباشن برای فرزندان خودشون و این خشونت را ارائه بکنن، با در واقع رخصتی که قوانین مذهبی و قوانینی که قوانین شرعی که الان وجود داره به بسیاری از مردان این اجازه رو میده که این کار رو انجام بدن، در نتیجه کسی که این تاندانس یا این شخصیت درش وجود داره که انسان خشن است و میتونه با اطرافیان خودش خشن باشه، این رخصتی که قوانین مذهبی و قوانین مدنی و قوانین خانوادگی به او میدن به او این جرأت رو میده که بدترین رفتار رو داشته باشه و بعدم خیالش راحت باشه که از زیر قانونم میتونه در بره، از زیر مجازات قانونی میتونه در بره. یعنی شما معتقدید که یه چیزی مثل قتل ناموسی پیش از انقلاب هم وجود داشت، بعد از انقلاب هم وجود داره، الان به دلیل حمایت قانون از پدری که فرزند خودش رو میکشه بیشتر توسعه پیدا کرده؟ دقیقا. ولی همزمان شما معتقدید که نسل جوان داره رو به سمت الگوهایی میاره در حوزه اخلاق که از برابری زن و مرد یا احترام به زنان پیروی میکنه و این متضاد هست با چنین چیزهایی که حتی قانون در جامعه داره اون رو در واقع تشویق میکنه مردم رو؟ درسته، ولی من در اول سخنم هم گفتم ناهنجاری های رفتاری یه چیزیه که مربوط به انسانه. انسان شخصیت یه انسانه یا مشکلات روانی که اون انسان داره. در نتیجه اگه خشونت خانوادگی در امریکا هم وجود داره، در فرانسه هم وجود داره، در آلمان هم وجود داره، در همه جای دنیا وجود داره، ولی در کشورهایی که ما میبینیم که کشورهای دموکراتیک هستن، کشورهای قانون مدار هستن، قانون باشون مقابله میکنه و یه راه حل‌های دیگری براش پیدا میکنه. در کشوری مثل ما اگه قانون حمایت بکنه از اینها و این نوع رفتار رو از طرف مرد برای خانوادهش به عنوانی که رئیس خانواده است میتونه قدرت خودش رو اعمال بکنه در خانواده، مثل اینکه رئیس کشور هم داره قدرت رو اعمال میکنه در این خانواده، ولی فقیه باید وجود داشته باشه که به مردم بگی شما چقدر چه کار باید بکنی یا چه کار نباید بکنید، همون الگو در خانواده هم داره پیاده میشه. در نتیجه قانونی که وجود داره اونها رو در این راه تسهیل میکنه، این ناهنجاری که وجود دارن رو و بیشتر میکنه، ولی نمیتونیم بگیم که در کشوری که دموکراسی وجود داره خشونت خانوادگی وجود نداره. هست، به چشمتون شما خودتون میبینید، کمان که منم میبینم، ولی راحت نمیشه. پلیس هست اینجا، قانون هست اینجا، نهادهای قضایی هستن که حمایت میکنن، از بچه ها حمایت میکنن، از سالمندان حمایت میکنن، از بی خانمانان حمایت میکنن، و در نتیجه جسارت برای انجام این کار رو حداقل به خاطر اینکه میدونن یه قانونی پشت سر هست و وجود داره در مملکت کمتر میکنه. خانم سرشار، تندروها هم همیشه علاقمند به مسائل زنان هستن، چه از اون سمت وقتی مقامات
متعصب حکومتی حتی خشکسالی رو به زنان ربط میدن، برخی از روحانی ها عدم رعایت حجاب یک زن رو دلیلی برای خشک شدن زاینده رود یا نمیدونم بی خانمانی، نمیدونم میلیون ها آدم در اقصا نقاط دنیا به دلیل کم آبی میدونن. از این سمت هم خیلی ها معتقدن که زنان موجب این هستن که یک حکومتی تقویت بشه یا قدرت بگیره، یا اونها رو دلیلی میدونن برای تربیت فرزندان ایدئولوژیکی که به این حکومت تحویل میدن و میرن سرباز سپاه اسلام میشن. این حوزه و نگاه تندروها در دو سوی این طیف، چه مذهبی ها و چه ضد مذهب ها رو به مسئله زنان چگونه ارزیابی میکنید؟ خب شما موقعی که میگی تندروها، برداشت من از حرف شما این نیستش که حتما منظورتون مردانه، چون زنان تندرو هم خیلی داریم خیلی، و بدترین اتفاقی که ممکنه برای تمام کوشش های زنان و جنبش های زنان وجود داشته باشه زنان زن ستیز هستن. زنان زن ستیز کجا بیشتر میتونیم ببینیم؟ در بین تندروها، یعنی بخشی از پایه رژیم جمهوری اسلامی و رفتار افراط‌آمیز و تندروی آنها در مقابل همه قوانین و رفتارهایی که باید با شهروندان یک کشور بشه روی دوش برخی زنان هم هست. ما موقعی که صحبت از زنان میکنیم، ما اصلا با مبارزه با زنان زن ستیز هم یکی از این هاست. همیشه که قضیه بین زن و مرد نیست، قضیه بین انسانهای آزادی خواه، آزادی طلب هست در مقابله با انسانهای تندرو، انسانهای دیکتاتور یا انسانهایی که میخوان قدرت مداری بکنن. حالا در هر دو طیف هم زن وجود داره و هم مرد وجود داره. ما صحبتمون و روی سخنمون و روی مبارزمون بیشتر با زنان زن ستیزه، برای اینکه همین زنان هستن که گفته شما رو تایید میکنم که بعد مردان زن ستیز رو در دامن خودشون پرورش میدن. در مورد اینکه تندروها حتما در بخشی از مسائلی که برای زنان به وجود میاد و معضلاتی که برای زنان به وجود میاد اثر دارند و حضورشون موثره، اصلا شک نکنید، ولی این رو هم در گوشه ذهنمون داشته باشیم که بخشی از این تندروان زنان هستن. و خیلی اشاره درستی کردید. دست کم جامعه زنان ایران زنان زن ستیز رو محدود میکنند به نمایندگان زن در مجلس، بخش از نمایندگان زن در مجلس، خصوصا در مجلس قبلی که قوانین رو ایجاد کردن که مسبب این تصویب این قوانین نوعی بی‌حرمتی به زنان بود، از جمله قانون چند همسری یا اختیارات شوهر که اخیراً در مجلس قبلی تصویب شد، و خود این خانم ها از مدافعان این بودند و از موافقان این بودند و به اون رأی مثبت دادن. چطور ممکنه؟ شاید به همین اعتبار هست که شما میگید زن ستیز، که یک زنی رأی بده که شوهرش بتونه بره 4 تا زن بگیره، 9 تا سیغه بگیره، نمیدونم این حرفایی که میزنن. آیا فقط در همین حوزه میشه این زنان رو دید یا در حوزه اجتماعی هم قابل پیدا شدن هستند؟ خب اگر ما میتونیم، منظورم اینه که آیا شناسه ای دارد زن زن ستیز که من بتونم در خانواده خودم، افراد نزدیک خودم و نه فقط در مجلس شورای اسلامی زن زن ستیز رو پیدا کنم؟ انسان‌های مذهبی، پیروان مذاهب ابراهیمی، زنانشون از مردانشون در تعصب جلوترن، و اینی که چون خداوند و پیغمبر خدا گفته که زن باید، مرد باید 4 تا زن بگیره یا زن باید جنس دوم باشه، به دلیل باوری که به مذهبشون دارن اصلا دیگه حضور خودشون رو نمیبینن. در نتیجه من فکر میکنم شرط اولش یا که برای شناسش که میخواستید بدونید که چگونه میشه شناساشون کرد، در بین مذهبی های خیلی، یعنی متعصبین مذهبی رو میشه از سرآمدان زن ستیزی در جامعه دونید. شک نکنید در تمام مذاهب ابراهیمی، بعضی از مذاهب غیر ابراهیمی هم هستن، ولی خب حالا ما صحبتمون در دست کم در حوزه خاورمیانه خبر صحبت می‌کنیم، بعد بین الطیف یهودیت تا اسلام رو مورد بررسی قرار داد تا به نتیجه نسبی رسید. خانم سرشار، خیلی بحث به جای حساسی کشوندین، چون وقتی بحث مذهب پا در میون میگذاره ابعاد گسترده‌تری پیدا میکنه و مسائلی که امروزه از طرف برخی از روحانیون شیعه بر اساس فقه شیعی حکفرماست در جامعه رو به ما گوشزد میکنه. همین مسائل رو برخی ها معتقدن قبل از انقلاب هم وجود داشت، ولی خب این مذهب وجود داشت، این آخوندها هم وجود داشتن، ولی زنان در جامعه میتونستن پیشرفت های بهتری یا بیشتری داشته باشن، دست کم به مقام قضاوت برسن که امروزه این چنین مقامی از لحاظ اسلامی برای زنان ممنوعه. حجاب آزاد بود، در حالی که همین الان این حجاب در ایران اجباری است. این ابعاد رو چگونه ارزیابی میکنید؟ پیش و پس انقلاب آیا واقعا زنان ایران از یک ترقی ویژه‌ای برخوردار بودند و اون رو از دست دادند، یا اون ترقی حبابی بود که حکومت ساخته بود و حباب تو خالی محسوب میشد؟ خب آقای دکتر آقازمانی، به هر حقی موقعی که انسان براش کوشش نکنه که خودش به دست بیاره و روی سینی نقره‌ای یا طلایی بدن به دستش، قدرش رو نخواهد دونست.
در دوران قبل از انقلاب این حقوق برای زنان برای مبارزاتی که کردن که به دست بیارن بهشون داده نشد، بلکه همینجور بهشون داده شد. و من فکر میکنم که در بسیاری از مواقع بسیاری از زنان قدرش رو ندونستن قبل از انقلاب، اونهایی که پیوستن به جنبش های قبل از در واقع تظاهرات قبل از انقلاب، زنانی که چادر سر کردن رفتن، نمیدونستن که برای چی دارن مبارزه میکنن و از چی دارن فرار میکنن. در واقع یک نوع مس هیستریا یا یک هیجان جمعی و گروهی زنان رو، ایرانی ها رو گرفته بود که خب زنان هم در داخل اونها بودن. اگر زنانی در طول تاریخ برای گرفتن حقوقشون و به دست آوردن حقوق، در واقع حقوق مدنیشون، برابری در مقابل حقوق، نمیگم برابری کامل زن و مرد، برابری انسان ها و شهروندان در مقابل قوانین یک کشور، اگر برای اون مبارزه گام به گام کرده بودند و برای هر مبارزه سالها طول کشیده بود، سخن گفته بودند، تظاهرات کرده بودند، زندان افتاده بودند، نمیدونم هر چه اتفاقاتی که ببینید برای زنان در داخل آمریکا و اروپا هم وجود داشته، اون موقع قدر تمام این داده هایی که آنچه که به دست می آوردن رو بیشتر میدونستن، بلکه خودشون براشون مبارزه کرد. من یه نگاه انتقادی که به دوران قبل از انقلاب پیدا میکنم موقعی که فکر میکنم در موردش اینه که آنچه که به ما داده شد، حق رأی، حق حضور در مجلس، حق به ما داده شد، خودمون براش کاری نکردیم، چون کاری نکردیم قدرش هم ندونستیم و به همین راحتی هم خب متاسفانه از دست. بله بله، فکر میکردیم که همیشه کسی هست که به ما بده و با کمال تاسف باید دید که امروز چه شرایطی است. خانم سرشار، حکومت در دست کم در 3-4 سال گذشته به شدت میکوشه تا فرهنگ بچه‌داری، ازدواج زودهنگام برای زنان، جلوگیری از طلاق، خانه‌دار کردن زنان رو مورد توجه قرار بده. علی خامنه‌ای گفته که میخواهد جمعیت ایران رو از 70 چند میلیون به نزدیک 150 میلیون برسونه. در همین 3-4 سال هم دست کم موفق بوده در این سیاست و تونسته که جمعیت رو چیز در حدود 6 میلیون نفر افزایش بده در 3 سال گذشته. فکر میکنید که چنین روندی ابعاد زن ستیزانه ای در خودش نهفته داره؟ فکر میکنید اساسا این که زنان رو به خانه برگردونیم و از اونها فقط مادر به جهت تولید مثل و تربیت فرزند بسازیم کاری است که با اهداف خاص زن ستیزانه در جامعه انجام ممکن این اهداف اهداف زن ستیزانه باشه، ولی این رو این نکته رو به شما بگم آقای دکتر آقازمانی، که به نظر من یکی از زیباترین و یکی از شایسته ترین در واقع کلمه، این کلمه رو با آگاهی دارم استفاده میکنم، مشاغلی که یک زن میتونه داشته باشه شغل مادری است، چون اون هم یه شغله، یه کاره، کار طولانی، به جای 8 ساعت در روز 24 ساعت در روزه، و تجربه و آنچه که در اطراف خودمون داریم میبینیم، در این کشور داریم میبینیم و در کشورهای دیگه، اینه که مادر شدن مانع پیشرفت زنان نمیشه، مانع کار کردنشون نمیشه. چرا؟ چون الان وظیفه نگهداری از فرزندانی که در یک خانواده به دنیا میان بر دوش پدر هم هست به نوعی. اگر اون سیستمی که شما دارید بهش اشاره میکنید که برگرداندن زنان به خانه برای اینکه اونا فقط مادر باشن و مرد تنها نانآور خانه باشه، این بزرگترین ظلمی است که میتونن به جامعه زنان بکنن، در شرایطی که گفتن در کنکور دانشگاه تعداد پذیرفته شدگان بیش از حدود 70% زن بودن. پس هم آگاهیشو دارن، هم توانشون رو دارن که این کار رو بکنن، ولی نمیخوام که این سوء تفاهم پیش بیاد که برای اینکه یک زن در اجتماع موفق باشه، در شغلش موفق باشه، در کاری که میکنه موفق باشه، نباید مادر باشه. هر دوتا رو با هم میتونه داشته باشه. نکته همینجاست خانم سرشار. از یک سمت اگر به مادر شدن در آمریکا نگاه کنیم، برای مادر خوب بودن باید تحصیلات خوب داشت، آگاهی داشت و آگاهانه مادر شد، اما جمهوری اسلامی و دست کم قواعد امروزی میگه زنها به جای اینکه بیایند بروند دانشگاه، بروند در خانه شوهر و مادر شد. یعنی این تفاوت هست. زنها گوش دادن، زنها که گوش ندادن، که ما که صحبتمون همیشه همینه که هر چیزی که میخواید در کشور انجام بشه بهش بگید، اعلام بکنید و فتوا بدید که انجام نشه. در نتیجه انجام، من فکر نمی‌کنم اون اتفاق بیفته برای زنان ایرانی. خب این خیلی مایه خوشحالی است اگر واقعا دختران ایرانی بتونن در مقابل این حجم مقاومت کنن. از یک سمت دیگه هم خانم سرشار، برخی از خانواده‌ها به هر حال در ایران مذهب رو قبول دارن، مسائل اسلامی رو قبول دارن، و با همه این حرف‌ها این رو هم در نظر بگیرید که تبلیغات گسترده حکومتی از طریق رادیو، تلویزیون، رسانه‌ها، منبرهای مذهبی، دستجات هیئت‌هایی که
میلیاردها میلیارد ثروت ملی صرف ابعاد اون شده، نسبت به مغزشویی نسل‌های فعلی و حال حاضر جامعه به صورت بسیار سایی حکومت در حال کوشش است. فکر میکنید اینها تا چه اندازه تاثیرگذار هست؟ تا چه اندازه زمینه‌های ذهنی و باورهای فکری جامعه ایران رو داره تغییر میده؟ و آیا این تغییر باورها میتونه، یا به عبارت این شستشوی ذهنی میتونه روی زندگی زنانه در ایران تاثیر بگذاره؟ تاثیر که حتما میتونه بگذاره، تاثیرشون این نیستش که حاکمان رژیم جمهوری اسلامی باور داشتن. من این صحبتم تکراری بارها گفتم این قضیه، هیچ کس نمیتونست اعتبار مذهب رو در ایران به جز حکام جمهوری اسلامی از بین ببره. شما نسل جوانی رو که با باورهای آزادی خواهی، تساهل، رواداری، نگاه به در واقع زندگی متمدنانه و همراه با دموکراسی دارن، خود اینها و وجود این جوانهایی که میبینید و دستاورداشون که میبینید مبارزه بسیار روشن و شفافی بر علیه تعصب دینی و مذهبی و فشارها و محدودیتهایی که میتونه مذهب وارد کنه، و در هر زمانی در این 40 سال گذشته که خواستن از طریق مذهب بر جوانان فشار بیارن و بر زنان فشار بیارن موفق نشدن. و در نتیجه نسلی که ما شاهدشیم داریم میبینیم، تعداد زیادی، خود شما جزء یکی از همین نسلی هستید که از ایران در ایران بعد از انقلاب بزرگ شدین و آموزش دیدین و بعد به خارج از کشور آمدید، و جوانان دیگری که ما تازه داریم میبینیم نسل بعد از شما هستن. واده من در هیچ کدام از اینا باور مذهبی به اون صورت نمیبینم، نه تنها باور مذهبی نمیبینم، مخالفت با مذهب و یا حتی فرار از مذهب، گرایش های غیر مذهبی، گرایش های در واقع سکولار میبینم در این جوان هایی که نشانه اینه که در محیطی که سعی شد با فشار تمام این باورها رو در مغز این جوان ها بکارند، بیش از هر زمان دیگه اونها رو از مذهب گریزان کردن. خانم سرشار، دقایق پایان گفتگومون هست، ای کاش فرصت بیشتری داشتیم و بیشتر می‌رسیم در کنارتون باشیم، ولی اگر برگردیم تو این دقایق پایان به خود شما، امروز که شما روی این صندلی نشستید، یکی از موفق‌ترین و در حقیقت تشویق شده ترین، یا به عبارتی میتونم بگم تقدیر شده ترین زنان ایرانی جامعه آمریکا هستید. از جایزه، از مدال افتخار الیس آیلند، محل برپایی که محل جشنی که به ناماوران جهانی هدایا و مدال‌های افتخاری رو تقدیم می‌کنه، تا آخرین جایزه‌ای که سال همین سال جاری به شما تعلق گرفت، جایزه میراث آمریکایی، جایزه ارزشمند میراث آمریکایی، به عنوان یک زن وقتی که این موفقیت‌ها رو در کارنامه خودتون و در رزومه خودتون نگاه می‌کنید، در لیست بلند بالایی از تشویق‌ها و تقدیرهایی رو که دریافت کردید، احساس می‌کنید چه چیزی شما رو به اینجا رسونده؟ چه چیزی در شما این جوشش رو داشته که شما رو به اینجا برسونه؟ و این اگر بخواید به صورت یه هدیه به دخترایی که این برنامه رو می‌بینن، اون رو، اون حس رو، یا اون نصیحت یادگاری رو بخواید هدیه کنید، چه هست؟ من آنچه که اون در واقع فکری که پس ذهنم بوده برای اینکه هر روز یه کاری رو انجام بدم که هم خودم راضی باشم از خودم و هم نتیجهش برای جامعه زنان ایرانی در خارج از کشور مثبت باشه، همین بود که میخواستم به جامعه میزبانی که ما رو پذیرفتن نشان بدم که زنان ایرانی زنان توانمندی هستن، زنانی هستن که اگر به اونها امکانات داده بشه میتونن جزو برجسته ترین زنان دنیا قرار بگیرن. و پیام دیگری که در واقع آنچه که در پس ذهن خود من هست برای زنان داخل ایران هست، اینه که اگه من تونستم کاری بکنم، همه شما بهتر از من میتونید این کارو بکنید و به توانایی و قدرت خودتون ایمان داشته باشید. ممنونم. سرکار خانم هما سرشار، روزنامه‌نگار برجسته ایرانی آمریکایی، برنده جایزه میراث آمریکایی و یکی از افتخارات حوزه قلم، ادب و اندیشه برای ما ایرانی‌ها. محبت دارین آقای دکتر مهدی آقا زمانی، از دعوتتون هم سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که باز هم فرصت گفتگو باشه. امیدوارم که بینندگان ما هم، خصوصا دوستانی که در خارج از ایالات متحده آمریکا هستند، از طریق رسانه‌های اجتماعی خانم سرشار رو پیگیری کنید. خانم سرشار هر هفته شنبه ها برنامه بسیار فاخر و شنیدنی رو در یکی از رادیوهای پرشنونده آمریکایی به زبان فارسی اجرا می‌کنند به نام صبحانه با هما سرشار، که این برنامه‌ها رو هم در صفحه فیسبوک شخصشون و هم در کانال ویژه یوتیوبشون
به اشتراک میگذارند و بحث های مطرح شده با چهره های نامآور ایرانی در این برنامه ها میتونه برای بسیاری از شما گرامیان آموزنده و کارآمد باشه و امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. وقت خوش، خدا نگهدار.